جوان تاجرزاده ای را هرچه می گفتن زن بگیرد زیر بار نمی رفت و تاجر که از این بابت سخت ناراحت بود روزی به برادرش که 3 دختر داشت گفت به دخترهایت بگو سرمه به چشم بکشند و بزک کنند و هر یک به تنهایی پیش پسرم بروند و خودی نشان بدهند تا شاید یک کدام از آنها را به همسری انتخاب کند. تاجرزاده که جز به کتاب و قرآن به چیز دیگری توجه نداشت در صلات ظهر به سر آب رفت و وضو گرفت. سجاده پهن کرد تا نماز بخواند که سر و کله دختر بزرگ عمویش پیدا شد و تا چشمش به پسر افتاد گفت ای پسر عمو جان زیادی به عبادت چسبیده ای؟ پسر گفت زیاد و کم به کسی مربوط نیست. دختر از این پاسخ عصبانی شد و رفت. سپس دختر میانی از راه رسید و پرسید از این آب وضو گرفتی؟ پسر گفت گرفتم یا نگرفتم به کسی ربطی ندارد. و بالاخره خواهر کوچکتر از راه آمد و گفت ای پسر عمو جان بروم و برای دستمال بیاورم تا سر و روی خود را خوش کنی. جوان گفت خودم دستمال دارم و به دستمال دیگری احتیاج نیست. خواهران که از دست پسر عمویشان ناراحت شده بودند به یک کارشان رفتند و جوان که نمازش تمام شده بود از کوچه صدای چاوشی شنید که کسی به مکه می رفت. جوان پیش پدرش رفت و گفت ای پدر مرا راهی مکه کن که واجب به حج هستم. تاجر گفت قبول بیفتد برخیز و وسائل سفر مهیا دار. جوان به سفر مکه رفت و خود را به آنجا رساند و اعمال حج را به جا آورد و دست آخر زیر ناودان طلا از خدا حاجتی طلب کرد و گفت ای خدای بزرگ به دختران این دنیا مرا چشمی نیست از بهشت یکی نصیبم کن. جوان از دروازه مکه که میخواست بیرون برود به دلش افتاد اسبش را عوض کند و هنوز چند گامی پیش نرفته بود که دید اسب عربی میفروشند. پیش رفت و پرسید آی عمو اسبت به چند؟ گفت به 100 تومان. جوان 100 تومان داد و اسب را گرفت و چون خواست از آنجا دور بشود فروشنده گفت این اسب را هیچ وقت شلاق نزن که اگر به او شلاق زدی هرچه دیدی از خود دیدی. تاجرزاده اسب عربی را سوار شد و راهی دیار خود گردید و چون 10 روز از آمدنش گذشت پدرش بمرد و او به عزا نشست. ماهی گذشت و جوان کم کم به خود آمد و روزی که کمی سر حال شده بود گفت به سراغ اسب عربی بروم و اندکی سواری کنم. و چون بر اسب سوار شد فراموش کرده بود نباید آن را شلاق بزند. جوان تا شلاق بر اسب عربی زد اسب از جا خود را کند و به تاخت دور شد. تاجرزاده که عصیان اسب را دید تازه به یادش آمد که نباید آن را شلاق می زده. پس هرچه کرد که اسب را از حرکت بازی ایستاند حریف نشد. اسب عربی آنقدر رفت تا غروب از راه رسید و جوان دید که به کنار دریایی رسیده است. آنجا اسب ایستاد و جوان از آن پیاده آمد و چون به اطراف نگاه کرد جزیره بود و درخت که دیده می شد. تاجرزاده چند قدمی که رفت به چشمه ای رسید. در آنجا دختری پای چشمه نشسته بود. جوان پرسید ای دختر در اینجا به تنهایی چه کار می کنی؟ دختر گفت کشتی پدرم غرق شد و من به اینجا افتادم. گفت حالا که کسی منتظر تو نیست با من می آیی تا به شهر برویم؟ دختر گفت چرا که نه و به راه افتادند. به شهر که رسیدند جوان دختر را به پیش مادرش برد و گفت ای مادر ماه را به کنار تو آوردم رضایت بده که با او عروسی کنم. مادر گفت
قسمت نبود که در حیات پدرت عروسی کنی، حالا رضای من به رضای تو. دختر به عقد تاجرزاده در آمد و عروسی مفصلی گرفتند. گذشت و گذشت تا سر سال مادر جوان سخت به بستر بیماری در افتاد. این را هم نگفتیم که جوان دارای دو خواهر بود که مادرشان را خیلی دوست داشتند. روزی دو خواهر در دو طرف بستر مادرشان نشسته بودند و دختر که عروس خانواده بود بالای سر پیرزن قرار داشت. زمانی چند که گذشت خواهران دیدند عروس از جایش بلند شد و تعظیم کرد و نشست. خواهران با خود گفتند این چه کاری بود که کرد؟ مگر دیوانه شده است؟ و هنوز از کار او به حال خود در نیامده بودند که عروس رفت و پای در نشست و پرده آن را پایین انداخت. خواهران با خود گفتند بدبخت برادرمان که یک سال تمام با این زن دیوانه سر کرده است. پیر زن که درگذشت و او را در تابوت گذاشتند، خواهران سیاه پوشیدند و به دنبال تابوت افتادند و گریه سر دادند، اما عروس قاه قاه خنده می کرد. خواهران که خیلی در تعجب بودند، هنگامی که به خانه بازگشتند به برادرشان گفتند در عقب تابوت زنش چه کرده است. و داستان آن روز را هم که زنش بر بالای سر مادرشان تعظیم کرده بود و پشت پرده پنهان شده بود تعریف کردند. تاجرزاده پیش زنش آمد و پرسید حال و روزت مگر چه شده است که عقل از سرت به در شده؟ گفت مپرس که پاسخ بیفایده است. گفت اگر بگویم دیگر مرا نخواهی دید. گفت بگذار تا نبینم. دختر گفت هنگامی که مادرت رو به مرگ بود، عزرائیل که به اتاق وارد شد، از جا برخاستم و او را تعظیم کردم. هنگامی که خواست جانش را بگیرد، برای آنکه خون به من پاشیده نشود، خود را به دم در و پشت پرده رساندم. و آن هنگام که میخندیدم، دیدم مادر تو که زن تاجر بود، به فقیری تکه ای کلوچه و لنگه کفشی پاره داده بود و چون مادرت را به قبرستان می بردند، آن فقیر لنگه کفش پاره را سر چوب کرده بود و پشت جنازه مادرت راه می رفت. و دیگر آنکه آن پری بهشتی که تو از خدا خواستی من بودم. اینها را گفت و از چشم رفت.